دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد؟ ارغوان روایت دیگری از عشق، عشقی سوار بر نوت‌های موسیقی و ارتباط‌هایی که در همه اونها ردپای موسیقی دیده میشه. شاید به همین دلیل باشه که کارگردان این فیلم داشتن سواد موسیقی و ذوق هنری رو برای لذت بردن از این اثر لازم میدونه. این فیلم عاشقانه‌ایه که موسیقی رو ستایش میکنه و بردیا کیارست آهنگسازی این اثر رو به عهده داشته. داستان در مورد مردیه که همسرش بیماره و در حالی که دخترش رو به کلاس پیانو میبره، کم کم به معلم پیانوی دخترش علاقه‌مند میشه و اتفاقاتی که در پی اون میفته. این فیلم چند تا داستان رو در دل خود داره و حتی تا اواسط فیلم ارتباط بین داستان‌ها محسوس نیست و تا لحظات آخر نمیتونید حدس بزنید که چه اتفاقی قراره بیفته. ارغوان سر داره که قصه بگه و این قصه گویی ساده و عاشقانه در سه مقطع تاریخی متفاوت انجام میشه تا شخصیت‌ها و روابط اونها رو به خوبی معرفی کنه. جالبه بدونین این فیلم توسط یک گروه دو نفره کارگردانی شده، یعنی امیر بنکدار و کیوان علی محمدی هر دو هم کارگردان و هم تهیه کننده این اثر هستند و این سومین اثر مشترک اونهاست. طراحی صحنه از نقاط قوت این فیلم به شمار میاد. آزاده صمدی در نقش دختری ارمنی به لهجه شیرین ارمنی صحبت میکنه، اما برخی از منتقدین معتقدن که در برخی از سکانس‌ها از توانایی لازم برخوردار نبوده. مهتاب کرامتی، مهدی احمدی و شقایق فرهانی از دیگر بازیگران این اثر هستند. لحظه‌هایی از این فیلم رو با همدیگه تماشا میکنیم.